سلام به ویدیو دیگه خوش اومدید آقا تو این ویدیو قراره که یه ریاکت ناب بریم توی تاپ لدر که دوستان الان ویتور رو مشاهده می‌کنید که تا ثانیه گذشته رنگ 5 جهان بود و الان یه خورده منفی زده و قراره که ویدیوی بمب رو ببینیم لایک کامنت سابسکرایب بتون نره عشقی دوستان به ام بیت خورده به ترکیبی که من همیشه توی لدر در واقع نمیگم میترسم بهش بخورم یه خورده مچاپی هستش که به نفع من نیسته شست چهله به ضررم نیستش یعنی یه چیزی مثل اه... هوگرایدر که نه نا... بذارید یه مثال خوب براتون بزنم مثل جایندال دال پرینسه یه چیزی که مشخص نمی کنه پلیرش باشه میزنه این امکی بیت هم دقیقا همون پلیری که من شاید بهتون بگم توی لدر خیلی بهش خوردم بالای پنج شست بار حداقل توی یک سال گذشته بهش خوردم و اینکه کی بیت دیگه یکی از پلیرهای خیلی خوب گلوباله ولی حتی به پشمای ویتور هم نمیرسه خیلی دارک بود <applause> خب اوکی 1700 تا اچ پی بیت و 2544 تا اچ ویتور که توی اچ پی حداقل ویتور از ام کی بیت جلوتره و همچنین توی گیم پلی نگاه بکنید چقدر از لحاظ اکسیر شماری بالاتر از چیزه امکی بیته خیلی جلوتره توی اکسیر شماری و ترکیب ویتور هم قشنگ میتونه ترکیب امکای بیت رو بگاد و باید ببینیم چه اتفاق میفته تو ادامه بازی اوکی برابری برل به همراه فینیکس گزینه مناسب برای حمله که تابر به همین راحتی میفته فینیکس هم که کنم بچش در بیاد بچهش در اومد اوکی اینجا به نظر من یه کارت راسکالز بله راسکالز هم که باف شده و کارت ها از همدیگه پخشتره و این یعنی اینکه که کارت ها بهتر میتونن عمل بکنن کنن ترکیب قدرتمندیه هم ترکیب ویتور اگه یه همچین ترکیب بخواد توی طول سیزن به من بخوره میتونم بگم مچوبش 80 20 یعنی 80 درصد میکنه باخت دارم یه همچین مچاپی رو توی ترکیب اصلی خودم به گریویارد اگه به ترکیب ویتور بخورم کارم تمومه <applause> خیلی سخته امیدوارم که ترنت نشه این ترکیب و فعلا که از مورتن دیدیم از اه... یکی از مورتن دیدیم یکی از ویتور دیدیم یه همچین ترکیبی رو و اینکه که بریم نشاشیم ویدیو رو دوستان خب بچه فکر میکنم الان یه لیگی هستش که سوساد توشه و ویتورم که دارش بازی میکنه به به کینگ اکتیف میکنه میگم یه لیگی هستش که دارن با هم بازی میکنن سوسا رنک پنج جهان و رنکی که گلوبال تورنمنت داره و یکی از پلیروی فوق داده شاخ محشر لدر بوده اینو قصد بکنم اوکی ویتور هم که دیگه میشناسیدش همه میشناسیدش توی این بتل به سوسا خورده ببینیم چه اتفاقی میفته ترکیبی که ویتور داره قشنگ میتونه سوسا رو تحت فشار قرار بده ولی بازم مشخص میکنه چه اتفاقی بیفته توی ادامی بازی کچر همینطوره و دارک میسو میندازه اینجا نمیدونم مجیک کارچر چقدر داشته باشه اگه اون ترکیب بله مجیک کارچر هم داره اوف اوف اوف, أوف. بچا اصلا یه طرحی بریم خیلی قشنگ پلی میده تو چیکار کرد کنان کارتو انگار فهمید میخواد ماسکیتا رو اونجا پلی بده خیلی خوب بود به همین راحتی دهن چیز سرویس کرد سوسارو آره دیگه ماینر هم زد و بریم داشتیم یه بسیل دیگر رو از شاید از این هفت ببینیم بله این اون هستش پلیر دوست داشتنی که به فلامور خورده این پلیر هم میشناسم تقریبا فلامور رو تقریبا همین ترکیب رو همیشه بازی میکنه و این افتاده ترکونده داره فعلا بی میکنه حریف رو گریویارد جاین ترکیبی هستش که یه چند روزی هستش داره بازی میکنه این افتاده قطعا برای ویدیوهای یوتیوب سر... یوتیوبش هستش و اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته سمت چپ رو باید حواسش جمع باشه با یه میلیون بله کافیه یه میلیون کافیه و فایربال اوکی چه دارک وینس ناب و قشنگی زد پشمام ریخت و ارو به جونم بین اروز ابلیتی چه سانها چه ثانیه ای وارد میشه دارک پرینس نه مینیونو داره چه اشتباهی کرد کارت گابلین اگه توجه کرده باشید داشت رد میشد دیگه یعنی مینیونا قطعا دیگه دو نمیتونستن بزنن و یه سری دمیج به حداقل یه سری دمیج خیلی, خیلی کوچولو به تابره ای نفت دف وارد میشد ولی خودش این کارو رو که انجام بشه این یعنی تورنادش خیلی اشتاق بود انلم که دیگه کاملا حل شده تر حریف دیگه جلو این نفت دف کردن کار هر کسی نیستش اصلا اسمش یارو پشماش میریزه دیگه و 1422 تا دمیج خیلی خوبیه اچ خیلی خوبیه برای این دقیقه از بازی اوکی آم چه دمیجی وارد میکنه به سمت چپ هاجی چه دمیجی وارد میکنه عروز و تمام فکر میکنم آره تمام بریم داشته بچه ببینیم ویتور چیکار میکنه بتل میره یا نمیره احتمال 90 درصد بتله دیگه الان چون لیگش تموم شده احتمالا بره توی لدر یا حالا هر چی بله الان تو بطله بریم ببینیم کجاست البته یعنی توی لدر یا توی لیگ احتمال توی لدر باشه چون پشت سر هم بازی لیگ انجام نمیشه قطعا یه پنج دقیقه در دقیقه بینش فاصله میندازن خب دوستان به کتوری خورده به بهترین پلیر یک سال اخیر توی ترکیب ماینر کنترل که قبلش قطعا بیرد بوده بیرد پلیر خیلی خوبیه رنگ 20 جهان داره مثل من رنگ 20 جهان داره بهترین رنگش هم همینه و جالب اینجاست که کتوری هم رنگش 20 یعنی هم من هم کتوری هم بیرد رنگ همون 20 و ترکیبش هم که ترکیب همیشگیه ترکیب ویتور هم که معرف حضورتون هستش ویدیوی قبلی خیلی با این بتل داشت بازی میکرد همون بتلی که جلوی مرتم بود و ارزم به خدمتتون که اوکی ابیلیتی ابیلیتی حالا حالا ابیلیتی و پشمام تاور میفته به نظر من به نظرم تاور افتاد ولی این کارت گابلین به نظرم نجات داد اگه گابلینی وجود نداشت ام الان تابر از بین رفته بود و اینجا دیگه میدونه دیگه چی شده دیگه دیگه کتوری فهمید جلو بعد کسی افتاده <applause> چه ترکیب زدی زد هم داره هاجی ترکیبش فوق العاده زد بود که دستم خورد رفتیم توی این بطل دوباره ببینیم چه خبره بیکسپینو داریم ام بیکسپین رو زیاد خوشم نمیاد اینا رو باز کنیم فعلا بیکسپین پلیر خوبی ها ولی سطحش دیگه مثل چند سال پیش نیستش داره مثل من به صورت فان بازی میکنه یه نفت و که هست ببینیم ویتور چیکار میکنه میره بتل نمیره بتل اعتمال 99 درصد بره بتل رنگ چهار جهانه بچه پشمام ویتور رنگ چهار جهانه با این کپ و الان که این نفت دارفتم فکر میکنم رنگ 37 و بودش اشتباه نکرده باشم رنگ 37 فوداره. و داره و کلا میگم ویدیو سطحش خیلی بالاست خداست ویدیو سطحش اینجای عروز اوکی دارک پرینس ترکیب حریف به نظرم گالمه مشخص گالمه اینو گالمون یه پلیر بودش GTX بودش اول اسمش خودش چینی بود ولی اسمش اینجوری بود و بقیه اسمش هم چینی نوشته شده بود اون پلیر واقعا بهترین پلیر این ترکیب بود رنگ 18 جوانم زد همون سیزن هایی که من رنگ های خیلی خفنی میزدم اونم رنگ 18 جوانو زد ولی نمیدونم دقیقا کدوم سیزن بود که اینجا حریف رو نابود میکنه یه نفت و گالم رو بالاخره پلی میده ولی به نظرم به نظر نمیاد که گالم بتونه کاری انجام بده جلوی ترکیب یه نفت دو هفت ولی بازم مشخص نمیکنه نو اسکیل گالم یه بربر نخه پشش بندازه بنزم... نظرم یادشی میشه دیگه کلن گالم نو اسکیله اوکی ام... بح بح چه ابیلیتی وارد میکنه بچه چه ثانیه ای انجام میشه ای این افتاده کارت مجی کارت کارت آرچر کوینش رو منظورم بود اینجا هم که یه اسنوبال ایوال، ایول ایول آجی خیلی خوب تون استفاده بکنه اینجا هم احتمالی یه گلدن نایتی بعد بله گلدن نایت رو میزنه چی داره جاینت رو میزنه اوکیه دیگه نمیخواد اینقدر چیز بکنه سخت بگیره یه دونه گریویارد و یه دارک پرینس بزنه کار تعریف تمومه تقریبا ببینیم چیکار میکنه دیگه حریف چیکار میکنه ادامه میده یا نمیده میذاره که سه سترش بکنه گالم بابا بی <applause> واقعا بعضی یه جوری پلی میدن که انگار تو لیگ یک هستیم الان حریف این نفت دفت هم دقیقا همین کار انجام میده انگار تو لیگ یکه به همین راحتی هم جلوی یه نفت می بازه میبازه اولین اشتباه یعنی آخرین اشتباه جلوی همچین پلیاری مثل ویتور، مورتن، محمد لایت یه جلوی یه همچین پلیرای با اولین اشتباه قطعا آخرین اشتباهتونه موجی حجیمه یه همچین پلیرای منظورمه دوستان کودینت یا همون کودیگو یکی از اکانت های کودیگو هستش که الان قطعا توی لایو استریم هستش و به الان به ویتور خورده ویتور دوست داشتنی ببینیم این بچه رو چیکار میکنه و باید ببینیم چه اتفاقی میفته سمت راستش که ترکیده بچه ها اگه این وسیل رو بتونه ویتور ببره رنگ که جهان میشه اگه به بازه خیلی سقوط میکنه چون کاپ کودیگو الان خیلی بیش خیلی کمتر از ویتوره و به همین برای همین موضوع چیزش بیشتر میشه دیگه چی میگن یارو چی میگن بهش لعنت به این مغز <applause> آه کاپش بیشتر میشه یعنی کاپ کاپی که کودیگو قرار بگیره با برد احتمالیش بیشتر از ویتوره که اگه ببره و اینکه بعد این چه اتفاقی میفته دیگه در کل الان سمت راست ویتور نابود شده و به نظرم نمیاد که بخواد اتفاق خاصی بیفته تو این بتل بتل رو اگه کودیگو بتونه مدیریت بکنه برده فکر کنم این اولین باختی هستش که من دارم توی این دو تا ویدیو اخیر و توی این چند تا ویدیوی که چند تا بتلی که خودم دارم به تنهایی نگاه میکنم از ویتور میبینم و تالا تا حالا نباخته بود خیلی حرف گنده یا مثلا توی حدود پنجاه تا بتل تا حالا نبازی من چون توی لدرش هم داشتم نگاش میکردم دیدم که با همین ترکیب هم داره از اون موقع بازی میکنه از اول لیگ و فوق عمل کرده و اینکه یه اسپل زلزله یه هوگرایدری رایدری بزنه کار ویتور تمومه و اینم میدونه دیگه دیگه بازی هم نمیکنه مطمئنا و واقعا کودیگو بهتر بازی کرد باید قبول داشته باشیم هر کی بهتر بازی کنه رو باید بگیم و اینکه بریم داشته باشیم این بتل دیگه داشته باشیم از بیگ سپین بیگ سپین باش حال نمی کنم ببینم چی میشه یه بتل دیگه اگه بود براتون رکورد میکنم خب دوستان بعد باختی که به کودی ویتور دوباره رفته بتل و بب... به کو خورده کو <تص> اسم حریفه و دوستان یکی از پلیرهای خیلی خفن و جنگی لاگ بیت دیگه من خودم بارها و بارها بهش خوردم ولی 95 درصد من واقعا چون ترکیبش راحت شدن بزنم دقیقا یه همچین ترکیب همیشه میاره وقتی کنان کارت باشه دیگه ایزی مچابه ولی وقتی اینفرنو داشته باشه یه خورده قضیه سخت میشه که اونم میتونم همیشه رف و روجوش بکنم ولی میگم وقتی کنان کارت باشه ایزی مچاب میشه برای من یه همچین دکی اوکی برابری برادو برباریم... آره دیگه بربرین برادو میزنه دوستان قبل اینکه ویدیو بخواد ادامه پیدا بکنه میخوام یه مچاپ گیری بکنم به نظر من مچاپ این بازی 70 به نفع ویتور هستش اونم به خاطر کارت گریویارد این نکته ای بود که میخواستم بهتون بگم یعنی اگه خوب پلی بده ویتور مثل همیشه این بتل رو هم میتونه ببره بچه ها لاگ نداشته باشه کار کوه تمومه ها بچه ها لاگ نداشته باشه کار کوه تمومه پشمام هاجی پشمام چه بتلی بود به همین راحتی به همین سادگی تونستش نابود بکنه کوه رو واقعا پلیر خیلی خوب یا دست با شکسته و دست با بسته نیستش اصلا این پلیر و میشونه همیشه خیلی خوب پلی بده ولی خب جلوی ویتور نتونست اون کاری که باید و رو انجام بده امیدوارم که از این ویدیو خوشتون خوش اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب بایتون نره ویدیوی بعدی رو از دست ندید زنگ رو فعال بکنید تا ویدیوی بمب بعدی من رو حتما حتما ببینید و یه کامنت انگلیسی هم اگه عشق کردید بذارید دمتون گرم فعلا